سرخط خبرها وحشت اسرائیل از اصابت موشک های فاتح 110 هزبولا به بندر ایلات نگران شدن نتانیاهو از نزدیک شدن حمله انتقامی ایران به اسرائیل با شکست مذاکرات توصیه مهم عبدالباری اتوان به مصر در مورد اتخاذ تصمیم قاطع علیه اسرائیل و درگیری شدید میان نیروهای روسی و اوکراینی در منطقه کورسک روسیه. سلام به این بسه خبری از کانال شیپور خوش آمدید. یک سایت اسرائیلی به قدرت موشکی گسترده حزب الله لبنان اذعان کرد. سایت اسرائیلی کالکالیست از آن کرد موشک های دقیق و دارای سیستم های تصحیح مسیر و قدرت تخریبی بالا هستند در ادامه این گزارش آمده است موشک بالستیک فاتح 110 می تواند به بندر ایلات اصابت کند پیشتر ارتش یمن و مقاومت عراق بارها بندر ایلات در جنوب اسرائیل را با موشک ها و پهپادهای خود هدف گرفته بودند اخیرا رسانه نظامی مقاومت لبنان ویدیویی را از پایگاه موشکی زیرزمینی اما چهار با عنوان کوههای ما گنجهای ما هستند منتشر کرد رسانه های اسرائیلی یکی از پیام های ویدیویی اما چهار را نشان دادن سطح بسیار عالی از سری بودن محل توانایی های موشکی حزب الله دانستند این رسانه ها میگویند تاسیسات واقعی در اعماق زمین باعث می شود تا از چشم اطلاعات دشمن دور بماند و در برابر حملات امن باشد پیش از این یوف وزیر جنگ اسرائیل مدعی شده بود حملات اسرائیل در عمق لبنان آماده سازی برای هر تحول احتمالی است این در حالی است که رسانه های بارها به قدرت موشکی حزب الله لبنان اذعان کرده و درباره هر گونه ورود به جنگ با این حزب که نتیجه آن برای اسرائیل جز شکست نخواهد بود هشدار دادن. از زمان جنگ غزه مقاومت لبنان حملات موشکی و پهبادی زیادی را به شمال اراضی اشغالی در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین در در انجام داده است. ساعتی قبل نیز وزیر جنگ اسبق اسرائیل و رئیس حزب اسرائیل بیتنا از آن کرد که تداوم حملات موشکی و پهبادی علیه مناطق شمالی فلسطین اشغالی به معنی ناتوانی این کشور در مقابله با حزب الله لبنان است وی اضافه کرد ما شاهد مجموعه از چالشات در شمال هستیم که فراتر از توان کابینه نتانیاهو است کابینه ای که شایستگی حضور در قدرت را ندارد وزیر جنگ اسبق اسرائیل در جریان انتشار یک پست در فضای مجازی با عنوان تلاویو کنترل مناطق شمالی را از دست داده است نوشت با وجود فعالیت های نیروی هوایی شرایط در مناطق شمالی باعث می شود شهرک نشینان همچنان در بخش حفاظت شده باقی بمانند همزمان یک منبع آگاه از نگرانی نخست وزیر نتانیاهو نسبت به حملات محور مقاومت خبر داد روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نسبت به لزوم بازگرداندن اسرا از نوار غزه احساس فشار میکنه وی در ادامه افسود او نسبت به حملات ایران و حزب الله لبنان علیه اسرائیل در صورت شکست مذاکرات آتش بس در نوار غزه نگران است پیش از این نتایج نظرسنجی سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل نشان داد که حدود 48 درصد اسرائیلی ها معتقدند که ادعای نتانیاهو درباره دستیابی به پیروزی مطلق در جنگ غزه غیر واقعی است. بر اساس این نظرسنجی 50 درصد آنها معتقدند که نتانیاهو بر اساس ملاحظات حزبی کار میکند. همچنین 49 درصد اسرائیلی ها موافق دستیابی به توافق برای مبادله اسیران هستند. عبدالباری اطفان تحلیلگر جهان عرب با اشاره به تداوم حملات اسرائیل در نوار غزه در سایه مذاکرات مربوط به آتش بس از مصر خواست در برابر اقدامات مکارانه آمریکا موضع قوی اتخاذ کند اطفان نوشت که مصر باید موضع قوی خود را در مخالفت با مذاکرات مزهک آتش بس نشان دهد این مذاکرات بیهوده و سرپوشی دیپلماتیک برای کشتارهای اسرائیل در غزه است که تاکنون چهل هزار شهید و 93 هزار زخمی داشته است وی افزود سیطره نظامیان اسرائیلی بر محور صلاح الدین و بسن گذرگاه رفح و بمباران مدرسه مصطفی حافظ افسر قهرمان مصری در غرب شهر غزه و شهادت شمار زیادی از آوارگان به مسابع توهین به مصر رهبران ارتش میراث تاریخی و ملت اصیل آن است این توهین به مراتب بزرگتر از ترور اسماعیل هنی در قلب تهران است. سردبیر رایالیوم ادامه داد ما از رهبران مصر می خواهیم که تیر خلاص را به این مذاکرات مکارانه و دام پهن شده از سوی آمریکا برای طولانی کردن نسل کشی در غزه زده و درها را به روی رؤسای سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل ببندند وی اضافه کرد محور صلاح در مرز مصر و فلسطین اشغالی بحث حاکمیتی و اشغال آن نقض معاهدات مصر و اسرائیل است مصر یک جانبه به این مذاکرات احترام میگذارد اما طرف دیگر ارزشی برای آن قائل نيس زیرا طرفی را مقابل خود نمی بیند که آن را وادار به احترام گذاشتن به این معاهدات زلت بار کند. اتوان نوشت بار دیگر خواسته خود را از رهبران مصر درباره پایان دادن به مذاکرات تکرار می و خواستار اصرار بر خروج کامل نظامیان اسرائیل از گذرگاه صلاح الدین و توقف کشدار و پایان دادن به اشغال غزه و بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود کمک های بشردوستانه و پزشکی به شکل فوری هستیم این تحلیلگر تاکید کرد آمریکا جز زبان زور نمیشناسد مقاومت اسلامی لبنان آموس هاکشتان فرستاده آمریکای اسرائیلی را راند و تعاملی با او به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم نداشت و یمنی ها بندر ایلات را با وجود فاصله 2000 کیلومتری زدند و از ورود کشتی های اسرائیلی به دریاهای سرخ و مدیترانه و عرب و فراتر از آن در اقیانوس هند ممانعت کردند پس مصر از چه میترسد آیا افغان ها آمریکا را شکست ندادند آیا مقاومت عراق اشغالگران آمریکایی را بیرون نکرد وی افزود در پایان به ایران و رهبران محور مقاومت میگوییم که اگر تأخیر در واکنش به ترور شهیدان هنیه و فوادشوک در راستای این بوده که به آمریکا بهانه ای برای تخریب مذاکرات داده نشود دیگر این بهانه نیست و عرب و مسلمانان امیدوارند که این واکنش به تاخیر نیفتد زیرا تنها گزینه در مهار اربدکشی کشی و زورگویی اسرائیلی و آمریکایی در منطقه ما است درگیری های شدید در مناطق مختلف شمال غرب کورسک روسیه ادامه دارد جایی که نیروهای اوکراینی با وجود تلاش ارتش روسیه برای مقابله با این حملات همچنان در حال پیشروی هستند خبرنگار العربیه به نقل از ارتش اوکراین خبر داد که نیروهای اوکراینی موفق به تصرف مواضع جدیدی در این منطقه شدند در همین حال ارتش روسیه اعلام کرد که صدها سرباز اوکراینی را کشته و دهها وسیله نقلیه نظامی را در جریان درگیری های روز جمعه منهدم کرده است این گزارش ها همچنین حاکی از پرواز پهپادهای اوکراینی در آسمان شمال غربی کورس و هدف قرار دادن خودروها در جاده های اصلی است وزارت شرایط اضطراری روسیه نیز به خبرگزاری تاس اعلام کرد که کارشناسان مواد منفجره این وزارتخانه بیش از 150 مین را در منطقه کورس خونسا کردند به گفته این وزارتخانه از زمان ورود نیروهای اوکراینی به منطقه در ششم اوت جستجو و خونسا سازی مواد منفجره در کورس به صورت روزانه در حال انجام است الکساندر گوسه فرماندار منطقه ورونج در روسیه در تلگرام اعلام کرد که روسیه پس از حمله پهبادی شب گذشته در بخشی از این منطقه که در نزدیکی مرز اوکراین قرار دارد وضعیت اضطراری اعلام کرده است گوسف اضافه کرد که نیروهای روسی چهار پهباد را رهگیری کردند و سقوط آثار باقیمانده از پهباد منجر به آتش سوزی و انفجار مواد منفجره شد. او تاکید کرد که این حمله به ساختمانهای غیر نظامی آسیبی نرسانده اما مقامات را وادار کرده است تا در سه منطقه مسکونی در استراگوژسکی وضعیت اضطراری اعلام کرده و دویست نفر را تخلیه کند. ممنونیم از همراهی شما جهت اطلاع از مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید